سده دیار کهن، سده روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خنج در استان فارس است. قدمت تاریخی سده به دوران هخامنشیان باز می‌گردد و تعداد زیادی از آثار هخامنشی مانند قلعه، قنات سنگی و همچنین آثار زیادی از دوران ساسانیان و اشکانیان می باشد. شهر بازا که همان بازار قدیم است، تنگ بیخویه، برج دیدبانی در میانه سده به نام کوزه، قلعه پیر یا همان چاه پیر، قلعه قلات گربه و دارای دو زیارتگاه ساسانی به نام پیر خدابین و پیر آگاه. در جنوب روستا قلعه شاهنشین و در شرق روستا قلعه و شهر باستانی دروازه که قدمتی 2000 ساله دارد. آسیاب آبی تنگ بیخویه، گور دخمه چلخانه در شمال روستا، درخت کنار یا همان سدر، خواجه خدر یا خضر نبی و دارای چندین درخت گز شاهی با قطر 8 متر، قلعه ساسانی سقلات که چاه معروف دولاب بر روی آن واقع شده است. قبرستان باستانی واقع در روستا و دارای تعداد زیادی آونبار به جا مانده از دوران باستان که چه در روستا و چه در روی کوه‌های اطراف هنوز قابل استفاده می باشد. و دو تا از معروف ترین این آونبارها به نام استون سیاه یا سنگ سیاه و برکه هوکشو یا هوخشو می باشند. همچنین به روایت دیگر و نقل قول‌های از قدیمی ها، سده یا سده نام جشنی است که ایرانیان قدیم روز 10 بهمن ماه می گرفتند. بنابر حکایت شاهنامه فردوسی، این جشن را هوشنگ شاه پس از پیدا کردن آتش برقرار ساخت که در آن روز تا پاسی از شب آتش فراوانی برپا می کردند و اطراف آن را به جشن و پایکوبی و سرور و شادمانی می گذراندند. اشعاری است از شاهنامه فردوسی که خود گواه بر این واقع است. شب آمد برافروخت آتش چو کوه، همان شاه در گرد آن با گروه. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. زی هوشنگ ماند این سده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. قضا باد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. چون این جشن فرخنده از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. جمعیت سده بر اساس سرشماری مرکزی آمار در سال 1395 جمعیت آن حدوداً به 3000 نفر میرسد. به سده خوش آمدید. مردمی سده تیتا اینجاست.